با سلام خدمت همه دوستان، به یکی دیگه از ویدیو جدید من خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام به شما شیت‌کوینی معرفی کنم که یک چند روزی میشه به بازار اومده و قراره که توی این فیلم کوتاه بررسیش رو با هم انجام بدیم. و دوستان اول ویدیو هم این هشدار رو بدم که فقط و فقط توی این فیلم میخوام به شما شیت کوین رو معرفی کنم و به عنوان یک رسانه فقط دارم سعی میکنم که شیت کوین های جدید و خوب بازار رو با مارکت کپ پایین و تقریبا کف قیمتی براتون پیدا کنم و فقط قصد ما اینه که به شما معرفی کنیم و هدف دیگه ای نداریم، چون که بسیار از دوستان هم توی کامنت ها و هم توی تلگرام از ما درخواست میکنن که شیت کوین های جدید رو معرفی کنیم و بعد از اون هم نمیدونم که چه اتفاقی میفته، چون اکثر این شیت کوین ها تازه هستن و مارکت کپشون بسیار پایینه. پس آینده این شیت کوین ها واقعا مبهم هست و اول ویدیو گفتم به شما بگم که اگه مبتدی هستین سرمایه گذاری خودتون رو انجام ندین و فقط معرفی شیت کوین ها برای افراد حرفه ای است. خب دوستان قبل از شروع خوشحال میشم که دکمه لایک و سابسکرایب و همچنین زنگوله رو بزنین. اگه انتقاد کامنتی چیزی هست خوشحال میشم که با ما به اشتراک بذارین. خب دوستان اول از همه بازار سبز رنگ رو میبینیم که خوشبختانه همونجور که توی فیلم های قبلی هم گفتم کاردانو و پولکادات و بی ام بی تونستن بیشترین رشد رو از بین آلت کوین ها داشته باشن و همونجور که با هم بررسی کردیم اگه پروژه با اصل و نسب باشه حتی با رنج قیمتی بیت کوین هم اینها رشد خودشون رو میکنن. خب دوستان سرتون رو درد نمیارم، اگه توی وبسایت کوین مارکت کپ بریم و بخوایم این توکن رو سرچ کنیم میبینیم که هنوز این توکن هیچ جا لیست نشده و یک جورایی هنوز اول راهش است. بیبی همونجور که میبینید این توکن نه توی کوین مارکت کپ لیست شده و نه توی کوین گکو و هنوز اول راهش است و مارکت کپش هم بسیار پایینه. خب دوستان میبینید توی وبسایت اصلیشون که بیبی بایننس توکن هست، همونجور که میبینید واقعا لوگوی بسیار قشنگی دارن که یک بچه ای از بایننس حساب میشه و اینجا اومده که گفته شما با خریدن و هولد کردن بیبی بایننس توکن میتونین به عنوان یک هولدر توکن بیبی بایننس توکن رو دریافت کنین و اینجا اومده گفته که ما یک جوری بچه بایننس هستیم و بایننس کوین و تیم بایننس پدر ما هستن و اومده اینجا گفته که شما با خرید بیبی بایننس توکن یک جورایی علاقه خودتون رو نسبت به بایننس و صنعت کریپتو نشون میدید. خب دوستان اینجا اومده گفته که با هر خرید و فروش 5% از کل ترانزکشن شما به استخر این توکن انتقال داده میشه و یک جورایی این رمز ارز رو سیف و امن میکنه و گفته که با هر تراکنش هم 5% بین هولدرها توی کیف پول تراست والت تقسیم میشه که با هم بیشتر توی وای پیپرشون با هم بررسی میکنیم. اینجا اومده گفته که اگه شما بخرین و هولد کنین به مراتب میتونین بیشتر از خرید توکن های دیگه سود کنین، چون که گفتم درصد ریواردی که به شما به عنوان یک هولدر میده بسیار بالا هست. و دوستان اینجا هم رودمپشون هست که کلا 3 فاز بیشتر نداره. اولی اومدن گفتن که توی فاز اول اومدن گفتن که قرار بود توکن خودمون رو لانچ کنیم که چند روز پیش این اتفاق افتاد و گفته که قراره که شبکه‌های اجتماعی خودمون رو هم راه اندازی کنیم که تلگرام و توییتر و وبسایت منظورشون هست و اینجا اومده گفته که قراره که وبسایت خودمون رو راه اندازی کنیم که الان ما توی وبسایتش هستیم، وای پیپرش هم که آزاد شد که الان با هم بررسیشون میکنیم و توی فاز دوم هم گفتن که قراره که توی کوین هانت و کوین مارکت کپ و کوین گکو لیست بشیم و گفته که هدف اولمون هم اینه که به 1500 هولدر برسیم و توی فاز آخری هم اومده گفته که توی صرافی های بیشتری قراره که لیست بشیم و گفته که قراره توسعه همکاری با تیم های دیگر رو شروع کنیم و از این قبیل پیشرفت ها. و در آخر وبسایتشون هم اگه میخوایم با اون ارتباط برقرار کنیم اینجا هم جیمیلشون رو زدن و اینجا هم که کانال تلگرام و توییتر و همچنین صفحه رسمی پنکیک سواب که الان با هم بررسیشون میکنیم. خب دوستان اگه توی وبسایت پوکوین بریم میبینیم که قیمت این توکن 10.07915.39 هست که یه جورایی واقعا هنوز اول راهش هست و تعداد عرضه کلیش هم تقریبا مثل سیفون و شیبا 1 کوادریلیون هست و همونجور که میبینید مارکت کپش بسیار پایینه و 39,000 هست. و دوستان اگه توی نمودار ببینیم
که یک رشد بسیار شارپی رو داشت و تقریبا فروشنده ها اومدن توی کار. و اگه ببینین به مدت چند وقته که توی رنج قیمتی است و به نظر من الان بهترین نقطه برای ورود، البته برای افراد حرفه‌ای، و یه جورایی دیگه فروشنده ها تموم شدن و به نظر من نقطه خوبی برای ورود. و به شما پیشنهاد میکنم که اگه مقدار کمی از سرمایه تو رو میخواین برای شت کوین ها اختصاص بدین، این شت کوین میتونه ورود خوبی رو داشته باشه. و اینم بگم دوستان که نماد این توکن BBT هست، بیبی بایننس توکن. خب دوستان الان اگه توی وایت پیپرشون بریم میبینیم که طراحی بسیار زیبایی رو دارن که یک جورایی پسر یا همون فرزند بایننس کوین هست. اینجا اومدن گفتن که شما به هولد کردن میتونین BBT دریافت کنید به عنوان یک هولدر، و اومده گفته که فقط با گذاشتن پولتون مثل بهره بانکی میتونین که سود بسیار زیادی رو کسب کنین. و اینجا اومده گفته که عرضه کلی این توکن 1 کوادریلیون هست. خوبی این توکن دوستان اینه که نظر خودش رو به من جلب کرد که 50% همون اول کار توکن سوزی شده و 10% هم برای کیف پول دیولپمنت خودشون ارسال کردن که تو آینده همونجور که توی وبسایت سایتشون میخوندم قراره که برای تبلیغات این توکن و گسترش این توکن انجام بدن. و رودمپش هم که با هم چک کردیم توی وبسایتشون، و این بود از کل وایت پیپرشون که گفتم با شما دوستان به اشتراک بذارم. خب دوستان الان توی بی سی اسکن میریم و من خواستم که این توکن رو سرچ کنم. فکر کنم که بی سی اسکن الان مشکل پیدا کرده، چون که ما وقتی روی توکن رو میزنیم به ما میگه که چند لحظه رو صبر کنین. خب دوستان میخواستم به شما تعداد هولدرها و تعداد توکن سوزی رو به شما نشون بدم که الان این سایت متاسفانه بالا نمیاد و همونجور که بهتون گفتم 50% از این توکن سوزی شده و تعداد هولدرهاش هم تا الان 65 نفر است. و دوستان کانترکتش رو اینجا میتونیم ببینیم که من توی دیسکریپشن و توی کانال تلگرام هم براتون میذارم. و همونجور که میبینید وبسایت بی سی اسکن مشکل پیدا کرده، و اگه ببینین مثلا اگه توکن های دیگری هم بخوایم سرچ کنیم، سیف مون، میریم توی سیف مون و همونجور که میبینید برای سیف مون هم بالا نمیاد. و به نظر من که توی ضبط ویدیو این اتفاق برای بی سی اسکن افتاد، و خواستم به شما بگم که فقط برای این توکن نیست و برای سیف مون هم متاسفانه دیتا و اطلاعاتش بالا نمیاد. همونجور که توی وایت پیپر چک کردیم 50% رو توکن سوزی شده و 10% هم به تیم توسعه دهنده های خودشون ارسال کردن. خب دوستان این بود از ویدیوی معرفی شت کوین امروز. خواستم با شما به اشتراک بذارم که اگه قصدتون سرمایه گذاری توی شت کوین هست میتونید یک مبلغ کمی رو سرمایه گذاری کنید. دوستان باز هم میگم کل سرمایه اصلا توی بازار شت کوین ها به نظر من جالب نیست، فقط مقدار کمی است سرمایه‌تون رو میتونید درگیر این بازار شت کوین ها بکنید و مدیریت ریسک پذیری و مدیریت سرمایه فراموش نشه. خب دوستان سرتون رو درد نمیارم، امیدوارم که پرسود باشین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.